میشوند، زیرا اولا هیچ گونه قانون یا حکمی که دیانت بهایی و بهاییان را مشمول آن قرار دهد وجود ندارد. بعد میگوید که ثانیاً مسئولین محترم مملکتی بارها در سخنرانی ها و نظرات خود اظهار کردند که کسی به خاطر بهایی بودن تحت تعقیب قرار نمیگیرد و بهاییان مثل دیگر شهروندان در ایران زندگی میکنند و جان و مالشان محترم است. آیا این واقعیت داره آقای دکتر؟ این همون تبلیغات و پروپاگاندی که عرض کردم. بهاییان در ایران به هیچ عنوان آزادی ندارن و آزادی بهایی خیلی محدوده. حتی بچه‌ای که رفتن کار دستی درس بدن رو اینها دستگیر کردن و بازداشت کردن. و ولی فعالیت‌های غیر اصلا فعالیت‌های اجتماعی که خب بازه، فعالیت‌های سیاسی که جوابی نداره. اگه داشت و جامعه بهایی این کارا کرده بود که عرضه می‌کردن، ارائه می‌کردن که مثلا فرضاً در راه براندازی رژیم بهایان این کارا رو کردن. چند وقت اینها مشغول این کار بودن که 3 سال مشغول این کار بودن. چطور یهویی در یک مقطع زمانی تصمیم گرفت این سیاست‌های سرکوب بکنه؟ نظام ایران در بهای ستیزی و حمله به جامعه بهایی، عرض کنم که یک مقدارش فرصت طلبیه. ببینید که آیا در فرضاً مجامع عمومی جهان الان مثلا حواس متوجه حقوق بشر در ایران هست؟ بله. یا نیست؟ اگر نباشه اون وقت اینا استفاده میکنن و اگر در تریبون ها و فروم های بزرگ مثلا برنامه شما مثلا مطرح بشه دست برمی دارن. اگر مطرح نشه عرض کنم وقت و کسی جدی نگیره مثلا رو، اون وقت فشار رو بیشتر میکنن. شما در همین سال اخیر چند تا حزب فرضاً خوشنام عرض کنم که فعال و روشن اینا در حمایت جامعه بهایی بیانیه صادر کردن و خواستار عرض کنم که آزادی و استقلال دیانت بهایی در ایران شدن. و خب دولت ایران نهایتاً وقتی که با همچین وضعی روبرو میشه یک جا باید فشار بیاره و حالا فشار رو روی بچه‌ها آورده و به تخریب خونها پرداختن، به تخریب گورستانها پرداختن، قبرستان بهایی رو خراب کردن در چند نقاط و چند سری. و عرض کنم که این مسئله است که ادامه داره. بله. و خانه یکی از خانه‌های معروف بهاییان در شیراز هم بله بله همون سال‌های اول انقلاب تخریب کرد. در مورد نحوه رفتار رژیم با بهاییان دستگیر شده های اطلاعی دارید؟ چون سازمان عفو بین الملل از اعضای خودش خواسته که به مسئولین ایرانی نامه بنویسن و از اونها بخواهند که با اینها بدرفتاری نکنن و اونها رو شکنجه ندن. آیا هیچ اطلاعات دقیقی داریم در مورد نحوه رفتار مسئولین با این زندانی شده ها؟ والا اطلاعات دقیق من ندارم حقیقتش، ولی نکته که میدارم اینه که الان به حال به نسبت اول انقلاب شکنجه بهاییان در زندان ها کمتر شده. بله. ولی دقیقا تا چه حدی و چه میگذره مسئله است که خب در ابهام هستش و من اطلاع ندارم. بله. آقای دکتر بیلانی، این مورد اخیر همین بازداشت این افراد و زندانی شدن این ستن پیرو اقدامات دیگری بوده که علیه بهایان انجام میشه. اخیرا یک نامه ما دریافت کردیم از ایران مبنی بر اینکه در یکی از شهرستان‌های استان فارس، ظاهرا شهرستان آباده، به خونه یکی از صاحبان یک شرکت آنتنسازی آقای بهرامی نامی هجوم میبرن ماموران رژیم وابسته به رژیم و دیوار خونه رو خراب میکنن و بعد هم یک اعلامیه صادر میکنن علیه این شخص و او رو متهم میکنن که از او میخواهن تهدیدش میکنن که ظرف 2 هفته باید از این شهرستان خارج بشه. در مورد وضعیت این آقای بهرامی و این ماجرا چه اطلاعاتی شما دارید؟ این تحولی است که تقریبا 2 روز به اتفاق افتاده و عرض کنم که مجامع غیر بهایی تایید کردن این مسئله رو. عرض کنم که از جمله فعالان حقوق بشر در ایران اعلامیه دادن و این مسئله رو به عرض کنم که به اطلاع هم رسوندن و تصاویر هم اونها تایید کردن و فرستادن. به هر حال نکته اینجاست که شخص بهایی در شهرستان آباده مشغول آنتن سازیه و اعلام میکنن که خب تو وقت داری که از خونه خارج بشی 5 دقیقه وقت داری، بچه دختراشو با عرض کنم که فراری میدن با اسلحه و سلاح و خودشون هم مورد ضرب و شتم قرار میدن، بعد دستم میزنن تو ماشین نگه میدارن با لودر شب میان و خونه رو خراب میکنن همونجا. و به همسایه ها هم از قبل اطلاع داده بودن که کسی اجازه نداره که از خونه بیاد بیرون و ماموران عرض کنم که انتظامی همونجا بودند و به پلیس هم که زنگ میزنن پلیس هم واکنش نشون نمیده و نمیاد. بعد این مشخصه که قوا به صراحت یه برنامه حساب شده و عرض کنم که برنامه‌ای است که با
به اصطلاح نظارت دولت انجام شده و ارسلان که این و در جای دیگه همین کار رو دارن میکنن. فرضاً در اصفهان به بیشتر از 100 خانواده بهایی نامه نوشتن که شماها اینجا باید برید وگرنه خودتون مسئولید. و الان مثلا این هم باز یه جایی نیست. و خاصه الان خطر این که در ایران در جاهای مختلف به جامعه بهایی حمله بکنن این خطر هست. و از سال 1991 که عرض کنم که بیانیه محرمانه دولت در مورد سیاستش برای تبعیض بر بهائیان این فاش شد، این برنامه دولت بوده به هر جهت و یواش یواش و قدم به قدم اینها رو پیاده کردند. و در سال 2005 این حدود 3 سال پیش هم دولت یک از طرف ستاد عرض کنم که عرض کنم ارتش بخشنامه میکنن به وزارت اطلاعات به نیروهای مختلف دولت و میخوان که در مورد بهائیان اطلاعات جمع بکنن، آدرس ها رو، فعالیت ها رو، کجا کار میکنند رو، در چه کارهای هستند و نیستند رو اینا رو جمع میکنند. و با جمع آوری اون اطلاعات همیشه پیش زمینه اقدامات خطرناک بعدی مثل این اقداماتی که الان داره انجام میشه. خب در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، آخرین گزارشش که هفته پیش منتشر شد، در رابطه با بهائیان گفته شده که در سال گذشته اینها اجازه انجام فعالیت های مذهبیشون داده نشد و در این حال به عده‌ای از دانشجویان بهایی مانع از شرکت اینها در کنکور سراسری شدند. در دست کم 800 دانش آموز بهایی به آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها منع شدند از دسترسی به اون. در مورد این وضعیت محرومیت تحصیلی قدری صحبت بکنیم. یک اعلامیه در آمده بود چندی پیش از سوی یکی از گروه‌های بهاییان، سایت شما در واقع newnegah.org، که گفته بودید یک ترفند جدیدی دارن به کار میبرند برای محروم ساختن دانشجویان بهایی از ادامه تحصیل. ممکنه در اون مورد صحبت بفرمایید، در مورد این ترفند جدید؟ بله، سیاست دولت کلن بر این مبنا بوده که بهاییان حق تحصیلات عالی رو به هیچ عنوان نباید داشته باشن. از دوره که من هم در دبیرستان بودم به حال همین مسئله بود و این در برای سالهای متمادی ادامه داشت. بله. و زیر عرض کنم که مسئله فشار جهانی بالاخره و با مطرح کردنش از طرف ارگان‌های فعال حقوق بشر در جنبه‌های مختلف، چند سال پیش دولت به بهائیان اجازه این رو داد که در آزمون سراسری شرکت بکنن، در کنکور سراسری وارد بشن شرکت بکنن و بعد شرکت بعد به ترفندهای مختلف و روش‌های مختلف بهائیان رو اینا رو اخراج کردن. حالا ما داریم روی صفحه تلویزیون دوستان بیننده می‌بینن که حکمی که از سوی حراست مرکزی دانشگاه پیام نور صادر شده و حکمی که از طرف مدیریت حراست دانشگاه ها صادر شده در مورد همین جلوگیری از راهیابی بهائیان به دانشگاه در اون مورد صحبت می‌کنند. و بعد در اقدام بعدیشون بعد از اینکه بچه بهائی رو تونستن وارد دانشگاه بشن برای عده کمیشون برای یک سال پذیرفته شدن، اینها رو اون وقت شروع کردن به طور منظم و سیستماتیک دونه دونه اخراج کردن. درسته؟ یعنی عده خیلی کم راه دادن، بعد اون عده شروع کردن به یواش یواش دونه دونه اخراج کردن با همین بیانیه های محرمانه که حراست یا اطلاعات اینا رو بخواه انجام میدن. تا چه حد آقای دکتر میلانی در مورد صحت این اصالت این احکام شما میتونید دقیقا بگیرین که این احکام از سوی حراست مرکزی دانشگاه پیام نور مثلا صادر شده؟ آیا میدونیم اصالت این مورد تایید قرار گرفته؟ مورد تایید مجامع جهانی هست. بله. و عرض کنم که البته در خیلی از موارد این احکام رو شفاهن ابلاغ کردن. بعد به بچه بهایی که اخراج کردن از دانشگاه ها برگه ندن که ما شما داریم برات بهایی بودن اخراج میکنیم، اینا رو شفاهن انفصالشون اعلام کردن. ولی در چند مورد بالاخره تونستن بچه بهایی دانشگاه بهایی بگیرن، عرض کنم که مدارکی رو که نشون بدن که به علت بهایی بودن عرض کنم که اینا اخراج شدن.